سلام. سلام. خب ارسان کجا بریم؟ نمیدونم، همه اونجایی که تا الان باید میرفتیم و نرفتیم. مثلا؟ مثلا نمیدونم، هزار جا تو ذهنم بود بهت بگم با هم بریم، حالا یکیشم یادم نمیاد. حالا تو برو فعلا، چشم رو هم بزنیم شب شده. چشم چشمه تو بیبر. احسان واسه یک سازت بگیرم جونه من بایست. سیخو بگی بالا بخند بخند. سه دو یک. اینجا نگاه کن، نمی سوزه. آماده؟ بخند بخند. یک بادم بزن. دو سه. خب این چی شد؟ به به بگیر آقا احسان چه سوختم. بایستم دست شما درد نکنه. یه جایزه تو بگیر. بسه برمونه بکنه. یک دو سه. چه بفهم دست درد. احسان میگم تو دوست داری چند تا بچه داشته باشی؟ من اصلا بچه دوست دارم، مقنده بده. چی گفتی؟ من اصلا بچه دوست دارم. مسخره. نه جدی میگم. الان داری جدی با من صحبت میکنی؟ کاملا جدی میگم. اصلا اعتقادی ندارم. برای چی باید یه نفر دیگر به دنیا بیاری که 20 سالش بشه بگم؟ یعنی چه ربطی داره؟ ربط داره دیگه. پس چرا تا حالا بهم نگفتی؟ دنبال یه فرصت بودم بهت بگم. الان فرصته، به هم بگو. دارم میگم. خب علتشو بگو، یه چیز منطقی به من بگو. خب منطقش اینه که یه آدمی به دنیا میاد 20 سالش میشه، 30 سالش میشه، 40 سالش میشه و اون چیزی که میخواد نمیرسه یا شرایطی که درش وجود داره اصلا باب میلش نیست. میگه آقا برای چی منو به دنیا آوردی؟ یعنی تو الان به مامانت میگی چرا منو به دنیا آوردی؟ خب من شرم و حضور دارم. بس کن تو رو قرآن احسان اصلا. نه جدی دارم میگم. نه از اول باید همچین چیزی رو میگفتی چون من دوست دارم بچه. حالا هم دیر نشده. یعنی چی دیر نشده؟ نه اگه مشکل داری بگو تکلیفمون رو روشن کنیم. داری جدی با من صحبت؟ کاملا دارم جدی با صحبت میکنم چون سر قضیه بچه اصلا شوخی ندارم. خیلی وقت تکلیفمون روشن. باشه. باشه چی؟ باشه چی؟ من چون واقعا 5-6 تا دوست دارم. خیلی مسخره ای. لوس. بله وایستو بزن. خوش.
بکرم ببینی خوابم پیادم نمی کنی. الان هم پیاده نمی کنم، خودت میری. چقدر زود گذشت طاهره. یه چیزی میخوام بگم، تو حرفم نمی پری، انگلت نمی یاری، اعتراضم نمی کنی، فقط گوش میکنی. احسان فقط تو رو خودشون براشو چیزی نگی، فقط گوش کنی. من رفتنم با خودم، برگشتنم با خودم. اگه رفتم اتفاقی افتاد، نمیدونم، اگه شهید شدم، بدون که حواسم بهت هست. همیشه کنار تو حضور دارم و میبینمت. از حالا بگم اصلا دوست ندارم بری ازدواج کنیم. دستم از دنیا کوتاه میشه، اما اگه ببینم بری با یه لندهور که از من جذابتر و خوشیبتر ازدواج کنی، یه بلای سرتون میارم. میدونی که خیلی غیرتیم. خدا میگم چی کارت نکنه احسان. میگم خدا این پرت و پلا چیه داره میگه؟ پری رو من ندل دیگه. سب کن تایره. هر اتفاقی افتاد دوست ندارم پازوزم بشی. حق نداری زندگی و آینده تو خراب کنی. مطمئن باش اینطوری رو هم برارو میشه. ممنون که کنارم بودی. خدا به همراهت. خداحافظ. شیرینی خوردن داره. بالاخره خانم شریف هم رفت خونه وقت. مبارکه. مبارکه شلو خانم شریف. خیلی ممنون. شریف خوشبخت باشی. خیلی ممنون. دست شما هم درد نکنه. خواهش می‌کنم. من با اجازهتون برم سر کلاس. حالا بچه کلاسم زرم سرش. بفرمایید. خیلی ممنون. با اجازهتون. خوشبخت باشی. خیلی ممنون. از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. چی شد الان؟ خنده داشت؟ خانم اجازه مبارک باشه. چقدر خوشگل شدی. خب دیگه کجا بودی؟ بریم سر درسمون. مهمترین عمل مورد‌ها امکان پذیر ساختن دیپلوزن دو طرفه مواد غذایی و سایر مواد بین خون جاری و مایعات بافتی است. این روند به خون امکان می‌دهد که اکسیژن رو به بافت ها هم کرده و کربن دی اکسید رو از بافت ها به ریه برگردونه. موادی از قبیل یون های سدیم، کلسیم، پتاسیم، کلر
چنان با سرعت در دو جهت از قشر انتشار پیدا میکنن که غلظت اونها در خون و سایر بافت تقریبا یکسانه. یعنی سرعت انتقال یه کارت دارم الان میام. من در باز میخوانم اما با من کار دارم. یوسف چه خبرته؟ یاسمن یاسی به مامان بگو من موتور رو بردم تعمیر کار. در باز باش. این یوسف هم مشکوکه ها. بیا بشین. کمک نمیخوای؟ ممنون بشین. به چه لباساشم تا کرده مرتب. باور کن موضوع اصلا این چیزی که این تو نوشته نیست. بذار من خودم برات توضیح میدم. من ازت توضیح نمیخوام. این کپی احضاریه کمیته انضباطیه. اصلشو بعدا میدم به خودت. یکی از دوستان تو دانشگاه بود این داد بهم. خواستم قبل از اینکه اونا بهت بگن در جریان باشی. اینم بدون که به اندازه چشمم بده اعتماد دارم. خیلی ممکنه اخراجم کنن. دیونه با یه بار تذکر کسی رو اخراج نمی کنن. نهایتاً یه ترم تعلیق میشی و ترم بعدم از دست میدی. حالا فکر کن یه سال پشت کنکور موندی. مهم نیست. خیلی وحشتناکه. میدونی اگه مامان بفهمه چقدر نگران میشه. باید مواظب حرف زدنت باشی خواهر. من مواظب حرف زدنم هستم، کار بدی هم نکردم، ولی اینا یه جوری با آدم رفتار میکنن. مطمئنم که کار بدی نکردی، اما شنیدم بد جوری روش رسی گذاشی کنارم. خب یاسمنی دیگه، آخه حقش بود. این حرفایی که الان بهت میگم ربطی به اون بنده خدای راستی یه نداره. کلی میگم یاسمن خانم، حقش هم باشه تو باید مواظب باشی. آدم ها اونجور که به نظرت میان نیستن، خیلی وقتا تظاهر میکنن، روبرود میخندن، پشت سرت پاپوش درست میکنن، تو به خیال خودت داری حرف حق میزنی. اونا چهارتا میذارن روشو از حرف چیزی در میاد که مغزت سوت میکشه. حرفم اینه که حقم اگر با تو بود آروم باشی. آروم باشی یعنی چی؟ یعنی تن بده؟ یعنی سرخم کن جلوی همه قانونای من؟ نه کسی نگفت سرت خم. میگم آروم باش، مثل الان که جوش آوردی. و اما وصیت احسان، وقتی نیستم هوای ماما رو داشته باشیم. حالی که درگیر عشق و عاشقی، یوسفم که دیوونه است گفتن نداره، پس همه چی میفته گردن تو. گل ظاهر ماما رو نخور، نشون نمیده ولی بچه‌ری حساس شده، به خصوص تو این سالهایی که بابا رد دست دادیم. اگه کاری بود به طایره بگو، اما به قول علما مسئله از حرف اصلی. حامد پسر خوبیه، یه گند دماغیایی داره مثل نوروزیه تو، ولی میتونی بهش تکیه کنی. همین که اینجا تونستی نگهش داری خیلی. فقط عجله نکن خواهر، یکم سنگی رنگیم باش. برم برگردم براتون دست راستین گلو میزنم. داداش درده داداش نخم بچی پر. تشریف می آوردین توی چایی چیزی من می کرد. ممنون، باید بریم. یکی از بچه‌ها منتظره، باید بریم دنبالمون. رو هم برداریم.
تا عباس هم خیلی راه داریم. استاد حاضر نیستن؟ چرا، داره خدافظی میکنم میاد. متشکرم خانم. بس از صبح تا شب کم کار داری؟ حالا هم با فرمون؟ کار آرومم میکنه، مثل آبیه که رو آتیش فکر و خیالم میریزه. من اگه کار نکنم درد میکنم. ماما هیچ وقت نمیتونم مثل شما بشم. وقتی مادر شدی میتونی. عجله نکن، به وقتش. چی کار میکنی؟ بزرگ شدی دیگه دختر. ای نکن، چی کار میکنی؟ بزرگ شدم که انقدر تو سر دارم. چه لات بکش دخترم، میدونی با قلقلکی ها ما چون میدونم کارم. نکن دست بجن که ول بگردی تو خونه، برو دنبال تلفن بیا نصبش کنن دیگه. من وقت ندارم، بگو هادی بره. چیش بود؟ هیچی. چرا؟ یه چیزیش بود.
یوسف کجا میری؟ برو تو، برو تو. میگم کجا میری؟ بیا بیا یه دقیقه. چه خبرتی سرسو بیا اینقدر سرسو دارو انداختی؟ کشی که منو میکشی؟ کشی که چیه؟ کجا داری میری؟ حالا وقت این حرف نیست، بعدم بهت میگم. الان باید بهم بگی کجا داری میری؟ میگم بهت زنگ میزنم، بهت میگم دیگه. از کجا زنگ میزنی؟ به کجا میخوای زنگ بزنی؟ خونه تلفن داره؟ گیر نده یا سمت رو خدا. من قرار دارم یه دقیقه دیگه برسم، هرچی خرج کردم دود میشه میره رو هوا. بعدن همه رو بهت میگم. تا نگی کجا میخوای بری، چی تو اون کلت میگذره که نمیذارم از اینجا جون بخوری. دارم میرم ترکیه، از اون ور خبر مرگم برم پیش عمو جعفر آمریکا. خیالت راحت شد؟ آمریکا؟ یوسف تو که پاس یوسف قاچاقی میخوای بری؟ میدونی ما هم بفهم سکته میکنن؟ دیوونه بازی در نیار یوسف. صدا تو بیار پایین، تو چرا نمیفهمی آسمان؟ من راه دیگه این ندارم، من نمیخوام برم سربازی. این دیوونه بازی، آره من دیوونم، ولی من از سربازی میترسم، میفهمی؟ من هر شب دارم کابوس سربازی رو میبینم. نگران مامانی، نگران مامان نباش. مامان الان همه فکر و ذکرش رفتن احسانه. تو فقط کاری که میکنی یکی دو روز، یکی دو روز ساکت باش. من میرسم ترکیه، از اونجا زنگ میزنم مغازه آقا جون، کسی خیال تو همه رو راحت میکنم. خوبه؟ خب اگه به همین راحتی چرا دزدکی؟ برو در اتاق مامانو بزن، بگو من دارم میرم، خدافظ. مامان بگم چرا پرت و پلا میگی یاسمن؟ ببین یاسمن، من برای این کار کلی پول قرض کردم، موتورمو فروختم، کلی خرج کردم، بر کس و ناکس رو انداختم. فکر کردی قاچاقچی ریخته تو خیابون؟ من هر موقع بخوام برم بگم آقا بفرمایید. ببین من با بدبختی این برنامه رو جور کردم، تو رو روح بابا خرابش نکن. مرگ اون مامان بذار برم دنبال زندگی. یوسف به خدا نمیذارم بری، نمیذارم بری. یاسم من زندگی خودمه، خودم حق دارم برای زندگیم تصمیم بگیرم، هر بلایی هم سرم بیاد گردن خودمه، به تو هم هیچ ربطی نداره. من به مامان چی بگم؟ به مامان چی بگی؟ یاسم فکر کن منو ندیدی، فکر کن خواب بودی. ممنونم. نه آقا جون، میشه شما باشه مطمئن تره، من حواس نداره. سلام، خدافظ. ای یاسمن صبر کن آقا جون، حلیم گرفته برمونو تازه، برو یوسفم بیدار کن. مامان عجله دارم. سلام آقا جون. سلام عزیزم. یوسف که خوابه. میدونم که خوابه، میگم بیدارش کن، حلیم دوست داره. یوسف نیست مامان، فکر کنم رفته بیرون. رفته بیرون؟ این وقت صبح؟ این دیگه از علاقای میزو باید دید باز چه کلکه تو کارش. حالا تو بیا حلیمه تو بخور، من دارم میرم خودم میرسونم. دیرم میشه، باید برم. خدافظ. این دفعه به احترام برادرتون و البته مرحوم پدرتون جلسه کمیته انضباطی رو لغو کردم. میتونید برید سر کلاستون. صحبت کردم غیبتاتون هم ندید بگیرن. ولی خواهر من هر جایی قوانین خودشو داره. اگه هر کی هر جور صلاح بدونه بخواد رفتار کنه که سنگ و سنگ بند نمیشه. رعایت کنید. انشالله که تکرار نشه. اینم کارتتون. ممنون. سلامت. این آمارم پاراف خوب. بزن برای دبیر خونه کارشون رو جمعه تمام بشه. آقا بفرم.
شما هم از این به بعد تذکراتتون رو محترمانه بگیرید. خداحافظ. نظر شما اصلا برای من مهم نیست. آره گوش کن مامان، گوش کن، انقدر تون تون حرف نزن، بذار من حرفمو بزنم. خسته شدم از لج و لج بازی و خاله زنک بازی های تو و خاله. من با ندا ازدواج میکنم. خب مخالفی باش، مهم شوهر خاله است که رضایت بده، که اونم داد. آره آره داد نزن مامان، داد نزن سر من، بذار من حرف آخرمو بزنم. من به خاطر ندا قید تو رو میزنم، قید شماها رو میزنم، قید هر اتفاق. چی؟ نه 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 پشیمون نمیشم، نه مطمئن با شما پشیمون نمیشم. الو سلام، ببخشید میشه لطفا دکتر شریف رو پیج کنیم؟ بله با شما کار دارن آقای. بفرمایید. سلام، چطوری؟ خوبی؟ آره خوبم. خواستم یه حالی ازت بپرسم. از احسان چه خبر؟ از دیروز تا حالا هیچی. نگران نباش، اگه خبری بگیرم اول از همه به شما هم. یاسمن طوری شده؟ نه چیز خاصی که نیست. مطمئنی حالت خوبه؟ خوبم، چیزی نیست، فقط راستش من خانم یکم سریعتر، کلاسم داره دیر میشه، یک ساعت داری صحبت میکنی. چشم خانم ببخش، ببین من دوباره بهت زنگ میزنم، فعلا خداحافظ. آقای دکتر فیسش چطور؟ چی تو؟ معلومه کجایی؟ تلفن نداری آدم یه خبر بگیره. بچه استان بفرمایید. خواهش و پس امروز راجع به ابدومن یا شکم هستش. سلامم، چی شده؟ تو رو خدا به من بگی یوسف چه شد؟ یوسف چیزیش نشده، همه جون از صبح رفته بیرون، هنو بر نگشته. مامان نگران بود، بگفتم زنگ بزنم ببینم شما خبری داری یا نه. شلوغش میکنه هره چی؟ شلوغش میکنم؟ نصف عمرم کردی؟ جوونه دیگه، لابد رفته دنبال یللی تللیش، چه میدونم مثلا چه برش یک کاری پیش اومده. پس کله سهر یوسف به زور ساعت 11 از خواب بیدار میشه، بعدش هم کدوم کار؟ مگه کار داره؟ که؟ بفهم آقا جونه. سابقه نداشتی تا این وقت شب بیخبر جایی بمونه؟ تو هم بخی رو بردی؟ الان وقت نقاشی کردنه؟ پشت برو در خونه بابک، اینا همه جیک و پوکشون با همه. بابک حتما خبر داره کجاست. چشم سویشو کیفمه؟ حاجی آقا سلام. سلام. ببخشید من این موقع شب مزاحمتون شدم. من هادی ام، برادر یوسف، دوست آقا بابک. آقا بابک هستن. برشته.
این پسر اومده؟ خیر سرش از صبح که رفته هنوز برنگشته. نه نیومده. برمیگردی امشب برمیگردن خونه؟ خدا عالمه. کارش حساب کتاب نداره. کی میره، کی میاد، من نمیدونم. فرمودی شما؟ من هادی، برادر یوسف دوست آقا باباکم. ببخشید مزاحمتون شد. خیلی نگرانشم، به روی خودم نمیارم، ولی دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. میگم کار دست خودش نداده باشه. نه همه چی شد؟ نه بود باباک خونه. باباش گفت این اصلا کاراش حساب کتاب نداره. خیلی عادی بود براش. سلام. چه میخوایی بری؟ آقا جون نصف شب شد دیگه، بیمارستان کلانتری، هر جا که بتونم ازش خبری بگیرم. کلانتری برش چی توران؟ جوونه دیگه، رفته پیش رفیقاش، حواسش به ساعت نیست. بچه های من از این عادت ها ندارن، 9 و 10 شب بگذره میدونن من نگران میشم. خیلی خوب بشین آقا جون، بشین، من میرم. بیا بریم. Thank you.
آقا جون، میخوایی من تو اتاق من یه ذره استراحت کنی؟ معلوم نیست که بیان باشو مدن بیدارم کن، خوابم خیلی سم. عمه شما هم بیرو تخت مامان دراز بکشین. نه الان خوابم میبره، فکر خیال داره دیوونم میکنه. ای خدا بگم چی کارت نکنه یوسف. سلام. چی شد ماما؟ من چایی دارم بکنم. سلام ماما. سلام آقا جم. چه خبر؟ هیچ تا پزشک قانونی هم رفتیم. جان جون تو رو میگم یه وقت خدمت های سیاسی اینا که نبود که گرفته باشنش. نه آقا جون، یوسف علی این حرفا نیست، اصلا از این چیزی سر در نمیاره. حالا اتاقشو بگردیم، ضرر نداری که. دست درد نکنم. نیمروی چیزی میخوری برای درست کنم؟ ممنون، همین خوبه. نمیشه که قربونت برم، شما حتی روی چی نخوری؟ نه، فقط زحمت بکش میری بیرون یه زنگ بیمارستان بزن بگو من نمیرم، بخوام شعبانی ببون، خودش میدونه چیکار کنه. من باید یه توکپا برم تا مغازه کارا رو بسپارم. این بنده خدا رجبی بگم امروز داره مغازه مغازه باشه، خودم به بیمارستان مامان زنگ میزنم. بلا خداحافظ. بسلام. پرخونه. باشه. من یه سر برم خونه بابا که نمیدونم خبر چیزی دارم. یا سامان رفت دانشگاه؟ چیزی خوب؟ فکر کن تو رو خودم نگرانه سومی یا سامان نمیخواد باشه بروی بخواب یه سر. چی شد شما؟ کی برگشتی؟ تو را چی شد؟ نگران نباش یوسف، دیگه داره خلبازی در میاره، برمیگرده تا ظهر پیداش میشه. من میدونم خونتم چقدر سرد بود، من اصلا نفهمیدم که خوابم برد از سرما. آخ دیرم شد که ای بابا.
بله. گریه مکن.